Bismillahirrahmanirrahim. Salam, şagirdan nihayet aziz. امروز درس ما همچنان از برنامه اکسل درس خود را آغاز میکنیم. استارت مینو را باز نموده با برنامه اکسل 2016 کلیک میکنیم. خب بعدا صفحه اکسل به شکل باز میشه. کمی زوم میکنیم ببینیم. در درس قبلی ما به وای تیبلی بخش رو خواندیم، حال تیبل رو میخوانیم. ببینید تیبل یعنی تیبل گفته در اکسل یا در کامپیوتر جدول رو میگه. ببینید ما یک تیبل عادی اول جور میکنیم، خود اینجا باشه سیریال نمبر، بعدا نیم باشه یا ایمپلای نیم، خب بعدا جاب باشه یا آدرس باشه، جاب، خب سالری، اوور تایم، توتال، به شکل. حال دیگه ببینین یک شماره میتیم سیریال نمبر دو به شکل، به شکل و پایین کش میکنیم را. باز احمد نام ها را تایپ میکنیم، اندخوی اندخوی، خب تیچر باشه، سلریم 15000، اوور تایم هم 240، مساوی با سم به شکل، قفل شروع، قفل بند انتر. خب صابر، کریم، خالد، شکل یک جدول داریم. خب بیرم جمع میکنیم به این شکل، اینا رو سنتر میگیریم، خب بعدا بعدا این رو یک دیزاین میتیم، مثلا بعد اول جدول به این شکل، بعد از اون هیدینگ ها را زمینه میتیم به این شکل. این جدول عادی ماست، صرف این جدول عادی به این شکل استفاده کرده میتونیم از این جدول های عادی. اما از این جدول یک تا به شیت دوم کپی میگیرم، به این شکل کپی میکنم، میره انتخاب میکنم، بعدا کنترل فشار داده با شیت دو کلیک میکنم، بعدا کنترل را رها کرده و فیلم میایم و اکراس ورکشیت میایم، حال را انتخاب کرده اوکی میکنم. ببینید این جدول در شیت دو همچنان موجود است. این شد جدول عادی ما، دهی فیلتر نداریم، یکی دهی باز توتال را نداریم. خب این شماره های ما مسلسل اتومات نمیشه، بسیار مزایای دیگر داره. حال ما اینمی جدول را از طریق تیبل اکسل جور میکنیم، این را منوالی در دست خود جور کردیم، این جدول عادی میگنید. خب با شیت دو میایم ببینین، باز کم زوم میکنیم را، اینا را مکمل انتخاب کردم، ایره نو فیل، نو آوتلاین، اینا را دلیت میکنم، صرف اونمو هیدرهایش مان.
هیدر و یک روی پایین انتخاب میکنم. باز چی میکنم؟ ببینید انزرت تیبل، ببینید بالا انزرت تیبل کلیک کردم، دیجا کریت تیبل یک دالی باکس میاد. مای تیبل هاز هیدرز، تیک از زیره میمانیم بخاطر که تیبل ما هیدر داره خودش، یعنی اینا هیدر تیبل ما است. بالای ازی کلیک میکنم اوکی. ببینید یک دیزاین یک استایل خودش به تیبل ما داد. حال میخواییم در اینجا نمبر نوشته شود، در اینجا اسم نوشته شود، در اینجا آدرس نوشته شود، جاب به این شکل و این ترتیب. حال وقتی که ما تیبل رو از اینجا از انزرت انتخاب نمودم، یک تیبل تولز به نام تیبل تولز یک تب دیگه اضافه شد. بالای از این کلیک میکنم، ببینید دیزاین از این تیبل است. حال ما دیزاین تیبل این چیزا رو هم تغییر داده میتونیم به این شکل، این قدر آپشن در اینجا اضافه شد. خب اول میاییم یک فرمول کار میکنیم در تیبل که سیریال نمبر، وقتی که ما در اینجا نام ها رو اضافه میکنیم سیریال نمبر به طور اتومات خودش بیایه، یعنی خودش به طور اتومات سیریال نمبر درج شود. ببینیم به این خاطر ما چی میکنیم، در اینجا یک فرمول کار میکنیم، کمی بزرگ میسازم کالم رو، مساوی F قوس شروع، اینمی سیل رو انتخاب میکنیم، یعنی این سیل اونمون نیم رو. بعدا پس دوباره مساوی دبل کوتیشن کاما دبل کوتیشن دوباره کاما، باز دیجا نشته میکنم را، دوباره قوس شروع، یک دو نقطه سر به سر شفت افشار داده، دوباره یک قوس بند دوبار. خوب متوجه شوید، اوکی میکنم یا انتر. من مجردی که دهی سیل یا دهی کالم نیم نام تایپ کنم، به طور اتومات اینجا نمبر اضافه شده باید. ببینید اینجا مثلا نوشته میکنم احمد، ببین شماره یک شد. آدرس هم اندخوی، اندخوی جوابم تیچر، تیچر سلری مثلا 12000، اوور تایم 120، توتال مساوی با سم حال شروع انتخاب میکنیم انتر. به شکل 12120 افغانیش. حال ببینید دیجا ما در پایین از یک را داریم، در پایین از هیچ ما را نداریم. ما اتومات دیجا نوشته میکنیم تیبل و جدول به شکل اتومات قبول کنم، باید در بین جدول بیای خودش، یعنی اتومات جدول افلا شده میره. ببینید مثلا سالی، ببینید شماره اتومات آمد و دیگه رو اتومات آمد. خب آدرس کابل، انجینر، میگم تیچر باشه. خب میگم 13500 باشه. خب 350 اوور تایم، باز دوباره صاحب بلخ، هم تیچر 9500 950.
وین دیجا باز از کدام فرم استفاده میکنیم؟ مساوی با اوور تایم جمع سالری ایشک. باز دوباره از این پایین کش میکنیم به شکل ببین همه ایش 13500 350 13850 به شکل. ببین در آخر ایره مجموع میکنیم. مجموع که میکنیم ببین اول با دیزاین تیبل میاییم. اول میتونیم از اینجا یک دیزاین میگیریم برازی ببینیم به این تیبل ما از کدام دیزاین خواسته باشین استفاده کرده میتونین به این شکل از استفاده کرد. اگر خواسته باشین از اینجا یک تیبل جدید همچنان ایجاد کرده میتونین خودتان. خب بعدا از این طرف تیبل رو کلیر کرده میتونین. خب اینجا فیلتر است. فیلتر بطن همچنان ما میتونیم در اینجا از فیلتر استفاده کنیم. فیلتر، سورتن فیلتر این چیزا رو در درس های قبلی سورتن فیلتر خوانده بودیم. انشالله در یادتون باشه. خب ما میتونیم که از اینجا سورت کنیم. مثلا سلکت آل اند چک میکنیم. ببینید مثلا تیچر را انتخاب کرد. اوکی همه تیچر ها را به ما نشان بده. به شکل. هر کالم خواسته باشین میتونین فیلتر کنین. کلیر فیلتر میکنین ببینین این فیلتر هم همزمان با تیبل اضافه شد. اگه بتن های فیلتر را نخواسته باشین میتونین از اینجا فیلتر بتن را غیر فعال کنین به این شکل. فرست کالم از اینجا. فرست کالم یعنی کالم اولی. مثلا سیری نمبر داریم. کالم اولی ما از کالم های دیگر متفاوت باشه به شکل. تیک زیر موندیم ببین به رنگ و بک‌گراند سبز گرفته را. باز دیگه داریم خب لاست کالم. لاست کالم کالم آخری یعنی توتل است. این هم متفاوت باشه. مثلا لاست کالم ببینیم به شکل چون توتل است. تیک زیر مونده میتونیم اگر بگیریم پس دوباره به حالت قبلی برمیگرده. باز دیگه داریم هیدر روز. هیدر رو نیم و آدرس جا به اینا رو هیدر ها رو میگن. کم اینا رو زوم میکنم ببین به شکل غیر فعال میکنم هیدر رو میگه تارن آف میکنی هیدر رو بر فعلا نه. خب توتال رو انتخاب کنیم دیگه مجموع میکنه ایره. ببینیم توتال رو چقدر شد مجموعه توتال ما توتال 48420 افغانی. اگر نخواسته باشین ایره پس دوباره انچک کده میتونیم. یک دیجه داریم banded rows banded columns. ما first column last column رو غیر فعال میکنم. ببینیم ایره band column banded column و banded row رو غیر فعال میکنم. banded column رو تیک دار کردم. ببینیم این به شکل کالم ها یک از همدیگه متفاوت شدن ببینید به این شکل. خب اگر غیر فعال کردم بند روزه بگیریم روها از همدیگر متفاوت شدن ببینید به این شکل. هر کدام استایل دیزاین شا خواسته باشین میتونین بگیریم. خب توتال رو انتخاب میکنیم ببینید اینجا مجموع یعنی توتال گراند توتال شبه ما دیجه نشان میده. بازی بخش رو میبینین این مکمل external table details اینا از طریق SharePoint یا از نتورک از سایت های بسیار بزرگ اینترنتی و سرور ها ما میتونیم external یعنی اطلاعات بیشتری را اد کنیم. این بخش مکمل با او استفاده میشه. ما در این امکانات نداریم بر فعلا. خب باز میانیم در سلایسر میاییم. بالای سلایسر کلیک میکنیم. در درس های قبلی سلایسر را خوانده بودیم. سلایسر ما در پیوات تیبل خوانده بودیم. در اینجا ببخشید کنسل میکنم. انزل در پیوات تیبل
بخش سلاسل خانده بودیم. خب حال میمه دیزاین ببینید بالای سلایسر کلیک میکنم، از جواب ما میخوایی میره سلایس کنیم، یعنی دوتا کنیم جدا کنیم، مثلا اوکی میکنم. دو نوع جواب داریم ببینیم، یکش انجینر است و یک دیگهش همچنان تیچر است. ببینیم به این شکل به ما صرف انجینر را نشان بید. این را غیر فعال میکنیم، ببینید به این شکل صرف انجینر را نشان بیدی، صرف به ما تیچر را نشان بیدی به این شکل سلایسر هستی. دیگه هم باز دیزاین سلایسر ها میه، از هر کدامش خواسته باشیم از دیزاینش استفاده کرده میتونیم به این شکل، هر کدامش جدا جدا. خب را پس دوباره غیر فعال میکنم، دلیت میکنم، دوباره پس میاییم summarize with pivot table داریم. summarize with pivot table در درس های قبلی خواهیم که ایره مستقیما به pivot table تبدیل میکنه. مثلا بالا ازی کلیک میکنیم میگه اینمی تیبل تا در کدام صفحه چی میکنی؟ تجدید میکنی، میگه نیو ورکشیت یا اگزیستینگ ورکشیت. در درس های قبلی را به پیوایت تیبل تبدیل کرده تجدید کرده بودیم، او را در اگزیستینگ شیت حال نیو شیت میگیریم. میبینی اوکی میکن نیجا سیریال نمبر نیم ادرس جوب سلری اوور تایم اینا هیدینگ های ما آمد. ببینید یک شیت دیگه اضافه شد، شیت به نام شیت 3. ایره کمی زوم میکنم، در درس های قبلی را خوانده بودیم همچنان. مثلا من میگم که به من صرف جاب ها را نشان بدی، تو نو جاب داریم. خب سلری مجموع سلری هر دو جاب را به من نشان بدی. ببینی سلری اونمو تیبل بزرگ ما را چی میکنه؟ به تیبل های کوچک تجزیه میکنه، هر بخش خواسته باشیم یا آدرس هایش به ما نشان بدی. ببینی به این شکل هر کجایش خواسته باشیم به ما نشان میده. باز در اینجا در پیوای تیبل ما داریم recommended. recommended چی معنی داره؟ recommended پیوای تیبل اگر از اینجا خواسته باشیم هر بخش جدا جدا به ما نشان میده، هر کدام بخش خواسته باشیم از او بخش یک پیوای تیبل جداگانه ما جور کرده میتونیم. ببینیم بالای از این تیبل ما کلیک میکنیم recommended پیوای تیبل، حالا از این کلیک میکنیم ببینیم دیگه از وظیفه ها یک پیوای تیبل جور کرده، ایره جمع کرده، سم کرده ما شاشه و از اینجا همچنان از وظیفه یک پیوای تیبل جور کرده و ایره تعداد و اونمو وظیفه را ایجا نشان داده. تعداد وظیفه هاست، تیچر چند تاست، خب مجموعه چند تاست، دوتا انجینر داریم به شکل. اینجا مجموعه ماشات شد، اینجا هم همچنان ماشات، یعنی این حال حاضر از این را نشان میده، یعنی حال فعلا ما از استفاده گذاشتیم. از اینجا باز اوور تایم ها را با ما جمع کرده، سالری را با ما جمع کرده، از کدام بخشش میگه تو میخوای که را چی کنی. اینجا ببین اوریج از این را کشیده، اینجا کاونت کرده تعداد وظیفه ها را، یک تا انجینر داریم، سه تا تیچر داریم، همگی چهار تا میشه. ببینیم به این شکل خب هر کدامش جدا جدا با ما تقسیم کرد. مثلا ما میگیم که با ما چیکو تعداد وظیفه ها را، جاب ها را با ما بکش. ببینیم یک انجینر داریم، سه تا تیچر داریم، دیگه اینمی از روی وظیفه ما میخوایم چی کنیم؟ این را تجزیه کنیم، این را انتخاب میکنیم اوکی. ببینیم انجینر یک تا داریم، تیچر سی تا داریم، مجموع چهار تا شد. سیره نمبر ما هم دو تاست، دو تا هشت یک دارم همچنان جمع کرده. سیره نمبر دو همچنان انجینر است، سیره نمبر تا 8
تیچه به شکل باز اوریج جزیره کشیده. خب دوباره با درس قبلی خود میایم به شکل بالای تیبل کلیک نموده باز دیزاین تیبل تول کلیک میکنیم. دیگه باز ریموف دوپلیکیت داریم. دوپلیکیت مشابه را میگه. دیگه چی مشابه داریم؟ ببینید دیگه صرف اونمی این تیچر ها را مشابه تیچر داریم. میگم که بالا از ما میخوایم صرف از تیچر یک تا نمونه بونه، از انجینر یک تا، هر چقدر مشابه باشه یا اسم باشه یا آدرس باشه یا نام باشه یا سالری باشه، هر کدومش خواسته باشیم میتونیم ایره دوپلیکیتش مشابهش ریموف کنیم، از بین ببریم. ببینید بالا از کلیک میگیم ریموف دوپلیکیت. دیگه میگه از کدام بخش میگه تو دوپلیکیت از ایره، یعنی مشابه از ایره حذف میکنی. مثلا انسلکت میکنم، میگم که از بخش جاب. ببینیم چند تا دوپلیکیت داریم، 3 تا دوپلیکیت از تیچر داریم. ببینیم اوکی میگه دو دوپلیکیت رو از بین بردم. میگه باز دو تا یونیک ماند، یعنی غیر مشابه، یک تیچر ماند یکم انجینر ماند. این دوپلیکیت داره پس دوباره چی کردیم؟ از بین بردیم، ریموف دوپلیکیت. خب پس دوباره اندو کردم، دوباره تیبل با شکل سابقش برگردوندم. ببینید باز کانورت تو رنج داریم، کانورت رنج در آخر کار میکنیم. ببینید اینجا تیبل نیم داریم، میتونیم از طریق ازی با تیبل خود یک نام بتیم. مثلا سالری شیت انتر. ببینید در هر کجای تیبل ما کلیک کنیم اینمی نامش سالری شیت است. باز در درس های بعدی انشالله میخوانیم که نام دادن یعنی دیفاین کردن، در اینجا باز میخوانیم این تیبل به خاطر چی نام دادیم و چرا دیفاین کردیم. در فرمولا دیفاین نیم در اینجا باز مشرح بالای ازی کار میکنیم که چرا ما اینجا نام دادیم. خب دیگه داریم ریسایز. ریسایز یعنی سایز یا اندازه تیبل را بزرگ یا کوچک میسازیم. ببینید اول میایم توتال رو غیر فعال میکنیم، یعنی تنها جدول ما مون تیبل ما. بالای ریسایز کلیک میکنیم ریسایز تیبل، بعدا بس تیبل رو انتخاب میکنیم هر چقدر جا خواسته باشیم. مثلا اینمی کار را و ما بکار است، اوکی میکنیم. بعدا ببینید فرمولا همچنان اپلای شد، دیگه نوشته میکنیم مثلا حسن کابل. ببینید ای شماره 5 اتومات آمد، تیچر یا انجینر نوشته میکنیم 4500 210. ببینید مبلغش همچنان آمد. باز توتال رو انتخاب میکنیم، باز اونمو قدر پولی که دیجه درج میشه اونم رو به ما نشان میده. باز خب باز میخوایم اینم تیبل خود را به شکل عادی، مثلا در اینجا ما یک تیبل جور کرده بودیم عادی بود، مثل اینمی تیبل به شکل عادیش برگردانم. ببینید میاییم بالای تیبل کلیک میکنیم دیزاین. خب سامرایز خب بخشین convert range، convert the table into a normal range of cells. بالا ازی کلیک میکنیم از تیبل کشید، از تیبل اوتومات اکسل میکشه و تیبل عادی تبدیل میکنه. ببینید yes میگیم. حال ببینید هیچ اینمی چیزا را هم نداریم، در اینجا دیزاین تیبل هم نیست. خب فرمولا خب قبلا ما عد کرده بودیم فرمولا کار میکنه. باز اینمی توتال را این چیزا را اضافه کرده نمیتونیم. ببینید مثلا در توتال را هر چقدر ما اضافه کنم فرمول داریم در اینجا، اما توتال را ما قبلا عد شده بود. حالا مثل که در تیبل قبلی کار میکردیم در اینجا ما کار کردن نمیتونیم.
ببین اونم دیزاین چیزاش هم رفت، مثلا میخواسته باشیم کالم اول رو دیگه رنگ کنیم یا کالم آخر رو، برندد رو برندد کالم، این چیزا رو هم همچنان نداریم. خب شاگردای عزیز، این بود درس های امروزی ما. تا درس های بعدی انشالله با آپشن های بیشتر انشالله میپردازیم. جورو صحتمند باشید. خداحافظتان.